شما بیننده نشست خبری ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو بودید و در این برنامه فراخبر ما روی نشست های پیهم و بی‌نتیجه مجلس حکومت بر سر تایید بودجه 1400 بحث میکنیم. این که آیا بحث بر سر بودجه 1400 به بنبست خورده، 19 دلیل مجلس نمایندگان قانونی و مردم محور نیستند، یا حکومت میخواهد برای یک بودجه 7 مایل تاییدی بگیرد؟ در نشست های اخیر چه گذشته است؟ بودجه تایید میشه یا حکومت باید روی ساختن پیشنویس چهارم کارش را آغاز کند؟ مهمانان من در این برنامه آقای شیرخان ناصری، مشاور وزارت مالیه که تشریف آوردن، خوش آمدن، و آقای صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان که تا دقایق دیگر به برنامه میپیوندند. آقای ناصری، آیا بحث شما با مجلس بر سر بودجه 1400 به بنبست خورده؟ تشکر. با عرض سلام به شما و بینندگان محترم تلویزیون تولو نیوز، بس در یک نقطه به درازا کشید امروز که روی بحث زیاد معاشات بود و اختصاص منابع در یک از کودهای اتیاد برای هزینه ازی طرح جدید معاشات بود. یعنی مجلس پیشنهاد داشت که 12 میلیارد افغانی امسال در نظر گرفته شود برای زیاد معاشات، در حالی که ما توان 12 میلیارد افغانی را نداشتیم، 6 میلیارد را گفتیم که در نظر میگیریم، اما این 6 میلیارد در بررسی وسط سال، نه از سر سال، بررسی که اگر از سر سال 6 میلیارد در نظر گرفته شود. سر از این نقطه یک مقدار یک بحث. چرا توان 12 میلیارد ندارن؟ 10 ها میلیارد را جابجا میسازن از یک جای به جای دیگر. وقتی ما پیشنویس اول دوم ببینیم جدا از سوم، در بودجه عادی شما 15.3 میلیارد افغانی اضافه کردن. معاش معلم و کارمندای پایین رتبه دولت جیب کی را بی پول میسازه؟ مردم میپرسه که قدر میهراسن. ببینید، معاش کارمند دولت، خصوصا معلمین و کارمندایی که در خط مقدم در سکتور صحی و سایر بخشای ارزی خدمات کار میکنه، میفهمه معاششون پایین است. با هیچ کس مخالفت نداره. حکومت خودش هم میخواد که معاش معلم 7000 نباشه، 30000 افغانی باشه، اما در محدوده امکاناتی کار میتونه صورت بگیره. پیشنهادی که بحثایی که داشتیم به همراه از احترامی بولیسی شرکه، پیشنهاد داشتن که حداقل اگر 2000 افغانی معاش بتانیم زیاد کنیم، این 2000 افغانی منجر به این شد که 12 میلیارد افغانی دیگر باید ما تدارک ببینیم که در این مقطع از سال که ما قرار داریم این تدارکش بسیار دشوار است. گپ بسیار جالبی است که امروز رئیس بودجه گفت که ما روی یک رقم به توافق نرسیدیم، تفاهم نکردیم. یعنی شما 6 میلیارد هم میخواین که برین عقب. ما با شما برمیگردم. آقای عثمانی، بسیار خوش آمدین به برنامه. تا همین 2 ساعت پیش در جلسه بودین با نمایندای وزارت مالیه. گپ تازه چی است؟ من فکر میکنم که روز شنبه تا حدود در کارا پیشرفت شده بود و دو طرف خیلی خوشبین به نظر می رسیدن و سر 4-5 تا 6 مورد اختلافی بحث صورت گرفته بود و به یک نتیجه رسیده بودند. ولی معلوم دار است که اونو فیصله هایی هم که شده یا به توافقی هم که رسیدند برای جا به جاییش در سند بودجه یک وقت کار داره. ایده از دوستان هم از جانب وزارت مالیه و هم تعدادی از کسایی با تاکید داشتند که بودجه فردا در کمیسیون مشترک بره و بله روز چهارشنبه به تالار رومی یا به مجلس به خاطر تایید یا رد، که طبعا کمیسیون اعضای کمیسیون که مسلکی هم هستن این فکر میکردن که درست نیست و عملی نیست. نقطه اختلافی که امروز بود از قسمتی از صحبت های برادر محکمه برداشت کردم ایست که بحث همو معاشات و ازدیاد معاشات بود در بخش مامورین خدمات ملکی
در او بخش امروز روز شنبه موافقه کرده بودند که یک مقدار پول در سند بودجه جابجا شود و یک رقم توافق شده بود اعتبار از اول سال مالی. درست. ولی دو اختلاف امروز بروز کرد. یک سر مقدار که جانب وزارت مالیه میگفت ما 3 میلیارد افغانی در بودجه میگذاریم و تا وسط سال باز باقی ماندهش هم جابجا میکنیم و تطبیقش هم از نصف آخر سال، نصف اول سال مالی، یعنی وسط سال، وسط سال در بودجه وسط سال. طبعا این نقطهش برای کسای با قابل قبول نبود، بحثا بسیار طولانی بود و درازا کشید، ولی سرانجام رئیس اما جلسه جلسه را چکش زد که ختم است و ما کنم توافق و پیشرفت نداشتیم. بسیار خب. امروز گپ جالب که رئیس بودجه گفت، همین گپش که شما هم گفتن که ما روی کدام رقم توافق نکردیم در کد جدید، کد پالیسی جدید ماشا. یا به این معنی که وعده رساندن پول مثلا به 6 میلیارد و هر قدر دیگه که خود وزارت میگفت یک وعده میانتویی بوده، یک وعده خیالی بوده، چی بوده؟ اونا خو من در جلسه روز شنبه نبودم. درست. 1.7 میلیارد قبلا جا به جا کرده بودن و امروز ادعا داشتن که ما میتونیم امیر 3 نهایتاً به 4 میلیارد برسانیم. این گپشان بود. ولی اختلاف اصلی سر شروعش بود که از کدام تاریخ باید پرداخت‌ها صورت بگیره. وزارت مالیه میگفت که 6 ماه کار است که ما امیر تنظیم کنیم و شما میگین که از اول سال مالی 6 ماه کار است، ولی اعضای کمیسیون تاکید داشتن که هر وقت که شما کار میکنید ولی اعتبارش از اول سال مالی باشه. به طور مثال اگر در ماه ششم سال مالی ای که آخر جوزا تطبیق هم شوه، باید پرداختاش اعتبارش از اول جدی باشه، یعنی 6 ماه پرداخت شوه، که همین نقطه هم نقطه اختلافی بود. بله. ولی وزارت مالی تاکیدش هم همین گپ بود که در اصولنامه هم جابجا شود. به نظر ما یک نظر مشخص داشتم، دارم اورم، معاشات به اساس یک قانون پرداخت میشه. قانون کارکنان خدمات ملکی که از بست 8 تا بست اول است و ما صلاحیتی را داریم که در اصولنامه بودجه همی قسمتی از قانون معاشات تغییر بدهیم، یعنی تعدیل کنیم تا زمان قانون اصلی بیاید. پیشنهاد ما این بود که اگر 1 میلیارد هم میمانی به من مهم نیست، بیایی که موافقه کنیم که این قانون تغییر کن، همین جا به جای شوه که مردم بفهمه که ما شما چقدر زیاد شده و پرداختاشون معانه بکنن، هیچ مشکل نیست. 12 میلیارد داده 12 ماه بتن. درست. ولی وزارت مالیه باز این نقطه هم قبول نمیکرد، میگفت که نه، این باز ما قانون نمیسازیم دیگه. البته اعتماد در زمینه وجود نداره، یعنی وکیل صاحب اکثرش باور نمیکنن که این باز تطبیق خواهد شد یا خیر. درست، درست. در قسمت 12 میلیارد هم شما شنیدین که نماینده وزارت مالیه میگه از توان ما بالاست، ما 12 میلیارد نمیتونیم اضافه کنیم. دیگه این بحث بسیار تکنیکی است، گپ یاسایی است، گپ مسلکی است، ولی در بودجه ملی ما جاهایی است که امکان داره که ما در اوج تنقیص بیاریم، کم کنیم. خب در بحث داخل کمیسیون چون تعداد وکیل صاحب زیاد است، با وزارت مالیه نمیشه که آدم جز به جز بحث کنه، ولی احتمال از اینکه ما این را کم کنیم زیاد وجود داره. ما مصارف زیاد در بسیار جاها داریم که پارلمان تا خبر هم نمیشه، سرجم میایه و تایید میشه. به یک جزئیاتی که آل بودجه بررسی میشه و شده در گذشته به این شکل بررسی نمیشد. درست. به همین دلیل است که بودجه یک موضوع بسیار داغ شده در رسانه و مردم بسیار به او علاقه‌مند است. تشکر. آقای ناصری، اول یک موضوع را اگر شما روشن بسازید. وزارت مالی همکاره ساختن پیشنویس‌های بودجه است یا پشت پرده کسای دیگه هستن که تصمیم میگیرن؟ من فکر میکنم چی کم تو مسلمه نمیتونست وزارت مالی وظیفه ساختن بودجه را داره. من از یک نهاد حکومتی شما خبر دارین که سرپرست وزارت مالیه روزانه چند بار با کیا صحبت میکنه، مقام های بالاتر از خودش حکومت؟ یعنی خواهی نخواهی حکومت رهبری به سطح بالا داره و بودجه یکی از ابزار بسیار مهم سیاست های مالی کشور است که خواهی نخواهی در سطح دردهای بالا باید بحث شد که تو مسائل که باید سایش که بودجه را وزارت مالیه ترتیب میکنه. اما با کی زیاد صحبت میکنه؟ با کی زیاد صحبت میکنه سرپرست وزارت مالیه؟ نه، شما چه فکر میکنه که وزیر مالیه از کی هدایت بگیره؟ با رئیس جمهور صحبت میکنه؟
یا با کسان دیگه؟ از صحبتاشون با رئیس جمهور یا با کسای دیگه من آگاهی ندارم. با کیا صحبت میکنه اونا در سطح بالاتر است، به سطح وزیر سبس که خودشان میفهمن. تا در قسمت بودجه و اختصاص منابع بودجه ما شما میتونم معلومات را بکنم. عامل امی تاخیر شما هستین یا مجلس در تایید سند بودجه؟ حال خوب گپ طوری است که مجلس میگه که حکومت است عامل تاخیر، در حالی که اگر نظر ما شنیده شما ما میگیم که اگر تنهای شورای ملی را ما مقصر ندانم، هر دو جانب فکر سهم دهی تاخیر باید داشته باشن. خب مواردی هم بود که سرش صحبت شد و حل شد و این مواردی که داخل مانده من انتظار دارم که این حل شود که بودجه منظور شود، دیگه تاخیر بیشتر فکر کنیم که دیگه چی نشانه بر حل این مسائل دیده میشه؟ شما میشنوین که پیشرفت خاصی تا حال صورت نگرفته؟ پیشرفت ها بسیار زیاد صورت گرفته، بسیاری موارد ما توافق کردیم، تغییرات آوردیم، بعضی مواردی که همطور که وکیل صاحب اشاره کرد و ما خدمت شما گزارش دادم که امروز در مجلس روی بحث اختصاص منابع در یک کد مشخص برای منابع مالی برای ازدیاد معاشات بود و بحث طولانی شد روی مکانیزم پرداخت و در این حال چی مقدار پول باید در نظر گرفته شد و چی مدت توافق به دست نامد. بخوای اسمانی یک موضوع دیگه که امروز در جلسه شما مطرح شد کار سرپرستا است. توقف کار سرپرستا حالا تبدیل شده بر شما و پیش شرط تصویب سند بودجه؟ تعداد زیادی از وکیل صاحبا تاکیدش است که ما پول ملت را در اختیار وزیر یا رئیس قرار نمیدیم که تایید مجلس نداشته باشه. قانون اساسی افغانستان حکم سری داره. وزیر یا رؤسایی که درج سند قانون اساسی است، اینا از طرف رئیس جمهور تعیین میشن ولی تاییدش از طرف ولسی جرگه است. زمانی که رئیس جمهور از صلاحیت خود استفاده میکنه و وزیر معرفی میکنه، ولسی جرگه از صلاحیت خود استفاده کرد، اما وزیر قبول نکرد، بنابراین ایجاب میکرد که وزیر بعد از اینکه از ولسی جرگه برآمده بود مطابق قانون سرپرستا طرف خانه خود میرفت تا به وزارت مربوطه. امروز چند وزارت و رئیس بانک مرکزی اینا کسایی هستند که تایید ولسی جرگه ندارند و مطابق قانون سرپرستا یا حق سرپرستی را هم ندارند. یعنی اینمی زواد مثل یک آدمی است که از بیرون آمده باشه و یک چوکی دولتی را اشغال کرده باشه، چی با زور تفنگ که بعضی ها میکرد، چی با ای که با قدرت با حمایه قدرت دولتی ای کار میکنند و مورد تایید بخشی از مقامات ریاست جمهوری هستند. یعنی این بخشی از صحبت هاست که در مجلس شد، ولی در این زمان تعدادی از وکیل صاحبا تاکیدشان بود که پول ما به سرپرست نمیتیم، پول ما به وزارت میتیم و وزارت مربوطه را اگر ما بودجهش تعلیق میکنیم معنای این میده که سیستم حکومتداری در او اداره فلج میشه. این اختلافی بود، ولی من باور دارم که به عنوان یک وسیله فشار میتونه بالای حکومت باشه، ولی بودجهش متوقف کردن کار صحیح نیست. من یک پیشنهاد جدید هم دادم، میشه که به گوش رئیس صاحب جمهور و تیمشان برسه. ما گفتیم که بس اینمی موارد نقض قانون ایوازی که به بودجه رابطه میتید، بیایید یک آجندای بسیار کلان در ولسی جرگه بگیریم، اینمی تو که بودجه در ذهن مردم آل خانه به خانه میگرده، اینمی موارد هم خانه به خانه خواد صداش بلند شوه و حکومت و شخص رئیس صاحب جمهور زیر فشار قرار بگیرد تا در این وزارت ها اشخاص واجد شرایط دیگر معرفی کنند. درست. نشست امروز هم تو گفتم بی‌نتیجه پایان یافت. آیا با بنبست خوردن؟ هنوز خوب اگر فردا نتانیم کدام راه حلی پیدا کنیم، این هفته با بنبست است. دیگه با سه شنبه آخرین روز کمیسیون است، جلسه بعدی آخر یک شنبه بعدی است. بله. البته اعضای کمیسیون در خارج از روزهای یک شنبه و سه شنبه هم کار میکنند، ولی برگزاری جلسه مشترک که از کل کمیسیون ها هست و رفتن بر طرف تالار ولسی جرگه یک زمان کار داره. آیا حکومت وقت را هدر میته، ضایع میکنه یا شما؟ من فکر میکنم که حکومت حق خود را در داده. یعنی بودجه دوم وقتی که رد شد 20 روز پیش حکومت باقی ماند تا او را جور کردن و آوردن. در گذشته به این شکل نبود. وقتی ما بودجه را رد میکردیم وزارت مالیه
دوباره اون را بررسی میکرد، یک سند می آورد بدون از اینکه تصویب کابینه را بگرفت می آورد به ما که قبول کرده بودیم، باز اون را می رفت تصویب کابینه را می گرفت. حالا هر دوره که رد میشه یا میرن تصویب کابینه را می گرن و در نتیجه زمان برای خود زمان می گره. قسمتی از سوالی را که از برادر ما کردی که وزیر مالیه با کیا میبینه، بدون شک وزیر مالیه وزیر رئیس جمهور افغانستان است، برای شخص رئیس جمهور هم میبینه، ولی علاقات دیگه هم در اطراف رئیس جمهور هستند که به یا ادعاد میتن که چگونه باید در قبال قضیه برشده برخورد. میشه گفت که طرف بحث شما با صلاحیت نیست؟ امروز خوشبختانه خبر خوب بود که وزیر مالیه گفت که ما با تمام صلاحیت های کامل آمدیم و گفت مهمتر از اون را گفت که ما صلاحیت های ولسی جرگه در قانون اساسی افغانستان تایید میکنم، هر تصمیمی که ولسی جرگه بگیره برای ما قابل قبول است. قانون آخرین سوال، سه انعطاف کلانه که حکومت میتونه نشان بده از خود و سرنوشت بودجه را تغییر بده، این سه انعطاف کلان چی است؟ او سه تا ما فکر میکنم، یکی خیسته که امی بحث معاشات است که در بحث معاشات ما به یک توافق قابل قبول برسیم، صرف نظر از اینکه چه مقدار پول باشه یا چقدر کم باشه یا چقدر زیاد باشه، باید به یک موافقه برسیم. مسئله دوم پروژه های سال 99 است. درست. در سال 99 که ادامه سال 98 و 97 است، در این یک تعداد پروژه هاست که با اکثریت این پروژه ها تدارکات شده و بعضشان هم قرارداد شده و بعضشان عملا قابل تطبیق است، ولی متاسفانه در سندی که وزارت مالیه ارائه کرده این پروژه نامش نیست. در نتیجه پرداخت های زیاد دچار مشکل میشه و ادارات مربوطه نمیتونن پول مردم رو بپردازن و این مشکلی که واید عملیاتی ایجاد کرده و ادارات نام ایجاد خواهد کرد. سوم و چهارمش دو تا ایده من زیاد میکنم. چهار مورد، بله. سوم واید عملیاتی است. درست. واید عملیاتی واید بودجوی نیست، در چوکات یک اداره نیست مطابق تعریف قانون اساسی، در چوکات یک اداره هم نیست، یعنی منظور اداره وزارتخانه است، در چوکات اداره امور است و اداره امور وظایفش معلوم است که رابطه حکومت و مردم با دفتر رئیس جمهور و با تیم رئیس جمهور است، بنابراین وظیفهشان نیست، خارج از وظیفهشان کار کردن. ولی مشکلش ایست که میگن که شما در سند پروژه جدید نده، ولی ما باید قرضداری های واید عملیاتی رو بپردازیم. ما میگیم که قرضداری ها رو که میخوایی بپردازیم، همین قرضداری ها رو لستش بیارید که همین اداره چقدر قرضدار است، کم از زیاد است که باز ما تصمیم بگیریم، ولی متاسفانه وزارت مالیه لست قرضداری ها رو نمیاره. نتیجه است که واید عملیاتی هم است و چهارمیش هم که کوتاه اگر بگویم، آن در ادارات دولتی که تصویب ولسی شورای ملی را ندارند، ما به او به این صورت حاضر به پرداخت بودجه نیستیم. و حکومت رئیس جمهور هم ادعا داد که باید بره به تصویب ولسی جرگه، متاسفانه که هنوز حکومت به ما همی پیشنهاد ناورده. درست. و شما آیا انتظار دارین که سند بودجه تایید شود یا کار روی مساعده چهارم شروع کردن؟ ما فکر میکنم مساوده تمام موارد را که پیشنهاد شده بود در مساوده سوم در نظر گرفته شده. یکی دو مورد که بحث معاشات بود و موارد بحث سرپرست وزیر راست بله، بله. و ادارات که منظور نشده، ادارات بله. که منظور نشده چند مورد است که مانده و همونطور که وکیل صاحب فرمود و این بارها تکرار کردیم که بحث سرپرست وزرا یا ربط به بودجه نداره، بودجه برای پلان‌های انکشافی حکومت داده میشه نه برای اشخاص. بنابراین او بحث باید در اینجا قسمت بودجه باید منتفی باشه. میشه که سر از او بسیار تشکر. پس به نظر میرسه که کار روی مساوده چهارم باید شروع شده باشه. آقای صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان، آقای شیرخان ناصری مشاور وزارت مالی، تشکر از حضورتان. تشکر از بیننده های فراخبر. شب بخیر.